قسمت دوم. همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدید که لری، پسر بزرگ کلر و کیت، در جنگ جهانی دوم مفقود شده. پس از گذشت 3 سال از این حادثه، کریس، برادر کوچک لری، تصمیم داره با آنی، نامزد سابق برادرش، ازدواج کنه. به همین خاطر از اون دعوت کرده که به خونه اونا بیاد. اما کیت که هنوز مرگ پسر بزرگشو باور نداره، با این ازدواج مخالفه. از طرفی کلر و پدر آنی در پرونده فروش سرسیلندرهای معیوب به نیروی هوایی متهم شدند که کلر تبرئه و پدر آنی محکوم شده و به زندان افتاده. همراهان با هم به ادامه ماجرا گوش میکنیم. تو قول داده بودی موقعی شام بهش بگی. متاسفم آنی، ولی نشد. دیدی که لحظه که میخواستم بگم جیم و سو هم سر کلهشون پیدا شد. آهونه نیار، تو چون دیدی مامانت خوشحاله نخواستی حالشو خراب کنی. کریس باید بهش میگفت. بذارش به عهده من، امشب بعد از شام بهش میگم. این بار واقعا بهت قول میدم، باشه؟ خیلی نگرانم، میترسم ازم چیزی بپرسه. من زیاد اهل بحث کردن نیستم. آنی اینقدر نگران نباش، بسپرش به من، شب بهش میگیم. جورج هم هست، یه جشن کوچیک هم میگیریم. آره امیدوارم واقعا با اومدن جورج جشن بگیریم. معلومه که جشن میگیریم. کلر تو هستی اینطور بی خبر بیای. ببخشید نمیدونستم حرفای خصوصیتونو توی ایوون بلند بلند میگید، وگرنه حتما زنگ میزدم. پدرت خیلی نکته سنج کریس. حالا این جشن به چه مناسبتی هست؟ باید بقیه قضایی هم شنیده باشی. دختر جان تو هم خیلی نکته سنجی. مسابقه نکته سنجی گذاشتیم. آخ داشت یادم میرفت. آنی تلفن با تو کار داره. با من؟ آره کیه؟ آنی برادره که برادر من؟ جورج؟ آره جورج، راه دوره. موضوع چیه؟ یعنی اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، کیک داره باهاش حرف میزنه. زود باش بکنه $5 خرج میذاره رو دستش. باشه ممنون. خب چه خبر پسرم؟ ما میخوایم ازدواج کنیم پدر. آنی درخواست ازدواجم رو قبول کرد. چه صبح یک شنبه دلنشینیه. آسمونو ببین، مثل آینه است. خوشحالم کریس، ولی جورج از کولومبوس زنگ میزنه. کولومبوس؟ آنی بهت گفته جورج رفته ملاقات پدرش؟ نه فکر نکنم بدونه. جورج این همه سال نرفته ملاقات پدرش، بعد یه دفعه اون میره اونجا و آنی میاد اینجا. خب که چی؟ منظورت چیه؟ هیچی فقط دارم حرف میزنم. تا روز آخر مردش همه چیزو میندازه گردن من. اینم دختر اونه، نکنه آنی رو فرستاده تا توی همه چیزو در بیاره. اگه چیزی هست که تاو توش در بیاره. چرا عصبانی میشی؟ میگم نکنه میخوان دوباره اون پرونده رو به جریان بندازن. همین پاک داری گیجم میکنی پدر. خیلی خوب ولش کن دیگه، اصلا بهش فکر نکن باشه؟ کریس میخوام استارت زندگی تر و تمیز باشه. میخوام برات یه خونه عالی بسازم که یه راه ماشین رو هم از جاده بهش بخوره. دلم میخواد کار تو حسابی رونق بدی. کریس دلم میخواد از چیزایی که برات ساختم حسابی استفاده کنی، بدون این که شرمت بشه، با لذت تمام. باشه پدر. بگو این کارو میکنی. آخه چرا؟ خب بعضی وقتا میدونی، بعضی وقتا حس میکنم تو از این پول شرمت میشه. نه پدر اینجوری احساس نکن. چون پول درستیه، هیچ عیب و ایرادی توش. پدر هیچ لزومی نداره اینا رو به من بگی. ببین کریس، ببین من راجب تو و آنی با مادرت حرف میزنم. احساس میکنم تو نمیتونی راحت این کارو بکنی. همین امشب سر شام کاری کنم که خودش برات عروسی بگیره. یه عروسی کامل شلوغ همه شهر در فکر میکنی چی شده پدر؟ انگار جورج عصبانیه. مطمئن باش چیز مهمی نیست. جورجو که میشناسه، یکم آتیشیه. آره داره دعواشون میشه. خب بین هر خواهر برادری دعوا میشه که، این که نگرانی نداره. به نظر میرسه جورج خیلی عصبانی. شاید یه مسئله خانوادگی مادر. انگار جورج داره میاد اینجا. خب تو چرا اینقدر نگرانی؟ خب بیاد. آخه آنی
چیزی شده؟ چه خبرانی؟ جورج حالش خوبه؟ اون داره میاد اینجا. جورج؟ ساعت 7. کیت بهش گفتم بیاد، اشکالی نداره. خب معلومه، خیلی هم خوبه. پدرت مریض شده؟ نه، جورج حرفی از مریض شدن اون نزد. نمیدونم، گمونم یه فکر احمقانه است. هانی، رنگت بد جوری پریده. کریس، بیا بریم یکم ماشین سواری. باشه باشه، حتما. پدر سویچو میدی؟ برید پارک، الان خیلی قشنگ. بیا کریس، اینم سویچ. زود برمیگردیم. بیانی. بعد میبینیم تو. بچه ها مواظب خودتون باشید. کیت، یعنی جورج چی میخواد؟ من نمیدونم کلیر، اون الان یه وکیله. توی این چند سال حتی یه کارت پستال هم برای استیپ نفرستاده. از وقتی که از جنگ برگشته حتی یه کارت پستال. خب که چی؟ حالا یه دفعه از نیویورک با هواپیما میره اونو ببینه. با هواپیما؟ آخه چرا؟ من از دل مردم خبر ندارم، تو داری؟ چرا کلیر؟ استیو یه دفعه چی داشته به اون بگه که اون یه هواپیما میگیره میره پیشش؟ به من چه که استیو چی میخواد به اون بگه؟ مطمئنی کلیر؟ بله مطمئنم. کلیر خوب حواست باشه، پسره داره میاد اینجا، حواست باشه. یه بار میگم دیگم تکرار نمی کنم، میشنوی؟ مطمئنم. خیلی خوب کلیر، خیلی خوب، فقط حواست باشه. من میرم یه چرت میزنم، روز طولانی و خسته کننده ای شده. هانی عزیزم تو خوبی؟ ممنون. تونستی بخوابی؟ نه خسته نیستم، یکم دراز کشیدم. گرسنه نیستی؟ چیزی خوردی بیرون؟ آره با کریس رفتیم ساندویچه مایکل. مایکل؟ خیلی وقته اونجا نرفتم. لری چقدر ساندویچاشو دوست داشت. به خوبی سابق نبود ولی خوش گذشت، کلی خاطرات سابق زنده کردیم. انگار همه داریم فقط از خاطراتمون تغذیه میکنیم. اینطوری ها نیست کیت، تو آیندم میتونه کلی اتفاقات قشنگ بیافته، نباید انقدر ناامید بود. برای جورجا به سیب درست کردم، یه پارچه هم گذاشتم روی میز توی ایوون. پاشو بریم هم یه هوای تازه کنیم، هم یکم بیا به سیب تازه بخوریم. باشه کیت. کیت چقدر رنگت پریده؟ از اومدن جورج نگرانی؟ نه عزیزم نه، تو که میدونی من چقدر برادرتو دوست دارم. خب از ماجرا چیه؟ چیزی نیست عزیزم، بعد از اون همه مصیبت جنگ خب طبیعیه که هممون سری نگران بشیم و فکر کنیم یه خبر بد تو راهه. مثلا چه خبر بدی؟ تو زیادی نگرانی کیت، باید یکم میخوابیدی. منم مثل تو نخوابیدم، فقط دراز کشیدم و فکر کردم. به چی؟ به همه چی، به این سالایی که گذشت، به این فکر میکردم که ما چه آرزوهایی برای شما بچه ها داشتیم، ولی عاقبتتون بهتر از ما نشد. خیلی خودتو اذیت میکنی، نباید اینقدر به گذشته ها فکر کنی. مگه میتونم فکر نکنم آنی؟ این سه تا، جورج، لری، کریس، مثل سه تا عقاب قوی و تازه نفس بودن. اونا حق داشتن به آرزوهاشون برسن. فقط اونا نبودن که به آرزوهاشون نرسیدن، جنگ آرزوهای همه رو خراب کرد. نه همه، خیلی ها گذاشتن و رفتن، خیلی هم همینجا آسوده زندگی کردن. همین فرانکو ببین، سالی که 22 ساله ها رو خواستن برای جنگ اون 21 سالش بود، سالی که 23 ساله ها رو خواستن اون 22 سالش شد. همون وقت هم با لیدیا ازدواج کرد و الان هم کبکش خروس میخونه که یه خانواده‌ای درست حسابی داره. ولی پسره من چی؟ خب فرانک شانس آورد. نه عزیزم مسئله شانس نیست، این پسر رو زیادی به همه چی فکر میکنن. تا
تو هر جوری با زندگی برخورد کنی زندگی همین جوری برات میچرخه. شاب میوه خوش رنگی. کریس کجاست؟ از وقتی برگشتن رفته سر وقت درخت، داره شاخه هاشو میبره. ببینم، تو که ماجرای درخت لری رو میدونی ها؟ آره، کریس برام گفت. بهشون گفتم زوده برای کاشتن درخت یاد بود، گوش نکردم. چرا به سیب تو نمیخوری؟ خودم برات بریزم و... نه، صبر میکنم کریس بیاد با هم میخوره. من میرم دنبالش، باید الان خسته و تشنه باشه. بیچاره کیت نمیتونه مرگ لری رو باور کنه. سلام، شما باید آنی باشین. سلام. بله، من زن جیم هستم. ما همین بغل تو خونه سابق شما زندگی میکنیم. ببخشید که سر زده اومدم. خواهش میکنم، اگه با کیت کار دارین اینجا نیست. او نه نه، دنبال شوهرم میگردم. این اطراف ندیدیش؟ نه ندیدمش. شنیدم برادرتون داره میاد، درسته؟ بله. یه نوشیدنی سرد میل میکنی؟ آه بله، ممنون. بفرمایید. این آب سیب با کیت درست کرده. آه، مرد این بچه میمونن، تا غافل میشه غیبشون میزنه. حتما دوباره با کلر رفتن لب دریاچه. اون وقت اگه من بهش بگم منو ببر ساحل میگه گرمه. آب سیب خوبیه، اینطور نیست؟ ممنون. اشتباه نکنم برادرتون میاد شما رو ببره، درسته؟ نمیدونم، فکر کنم. شما حتما الان اعصابتون متشنجه. ازدواج همیشه مشکلاتی داره دیگه، اینطور نیست؟ خب بستگی به شکل و شمایل آدم داره. من نمیفهمم، شما که دیگه نباید مشکلی داشته باشین. خب بیه موقعیتهای پیش اومد. شکی نیست، عشق خیلی رمانتیکه. البته برای من غیر عادیه که آدم با برادر عشقش ازدواج کنه. نمیدونم، فکر کنم بیشتر برای اینکه هر وقت احتیاج داشتم یه نفر حقیقت رو به هم بگه همیشه کریس اومده توی ذهنم. وقتی اون چیزی با آدم میگه مطمئنی که درسته، به هم آرامش خیال میده. پولم داره، خب اینم مسئله مهمیه. نه اونش برای من مهم نیست. حالا بعدا خودتون میبینین و تعجب میکنین، پول همه چیز رو تغییر میده. من پرستارم و همیشه بخشی از بار زندگی رو دوشم بوده. میدونم کارم اشتباه بود، چون همچی که زنی مردی رو تأمین کنه مرد مدیونش میشه. نمیشه مدیون کسی باشی و ازش دلخور نباشی. فکر کنم جیم خیلی وفاداره. حتما، ولی خب بده یه مرد خودشو پشت میله ها ببینه. جیم فکر میکنه همیشه تو زندونه. میخواستم ازتون خواهش کنم یه لطفی در حق من بکنین. هنی عزیزم، این موضوع برای من خیلی مهمه. اگه بتونم حتما. حتما میتونی. وقتی خانم خونه شدی سعی کن یه جایی رو پیدا کنی که دور از اینجا باشه. شوخی میکنی؟ خیلی هم جدی میگم. تا کریس اینجاست شوهر من رنگ خوشی رو نمیبینه. آخه چرا؟ جیم دکتر موفقیه، ولی به این فکر افتاده تحقیقات پزشکی انجام بده، چیزایی کشف کنه. متوجهی؟ خب این خوب نیست؟ تحقیق هفته 25 دلار خرج برمی‌داره. اگه بخوای سراغش بری باید از خیر زندگی بگذری. خب حالا کریس چی کار به جیم داره؟ کریس کاری میکنه که آدم بزنه به سرش تا از اون چیزی که در توانش هست بهتر بشه. این بده؟ عزیزم، شوهر من زن و بچه داره. هر وقت یه جلسه با کریس میشینه فکر میکنه چون به خاطر تحقیق کار و زندگیشو ول نکرده پس آدم سازشکاریه. حالا انگار اون بقیه سازشکار نیستن. البته جیم کارشه، هر یکی دو سال با یکی آشنا میشه و ازش بوت میسازه. شاید حق با اونه. من نمیگم ببین عزیزم، خودت هم میدونی که حق با اون نیست. من باهات موافق نیستم. ساخت کریس... دوست کنده بگم، کریس پیش پدرش کار میکنه، درسته؟
از اون معامله هفته به هفته پول به جیب میزنه. خب چه عیبی داره؟ از من میپرسی چه عیبی داره؟ معلومه که میپرسم. ازتون تعجب میکنم که اینطوری حرف میزنی. از من تعجب میکنی؟ اگه کمترین شبهه توی اون کار بود، کریس حتی یه سنت از اون پولو بر نمیداشت. اوه، تو مطمئنی؟ بله، من مطمئنم. و از چیزایی هم که گفتید خیلی دلخورم. حالا دوست داری بدونی من از چی دلخورم؟ خواهش میکنم، من حوصله جرو بس ندارم. من از این دلخورم که دیوار به دیوار این خانواده مقدس زندگی میکنم و این باعث میشه مثل گداها به نظر برسم. میفهمی؟ من کاریش نمیتونم بکنم. اون کیه که به خودش اجازه میده زندگی این مردو به تباهی بکشه؟ همه میدونن کلر به یکی کلک زد تا از زندون بیاد بیرون. این حقیقت نداره. خب چرا نمیری بیرون با مردم حرف بزنی؟ تو تمام محل کسی نیست که حقیقتو نداره. دروغه، مردم همیشه میان اینجا با کلر توی آلتیو میشینن. خب چی؟ این امتیازیه که بابت زرنگیش بهش میدن. منم همین کارو میکنم. من با کلر دشمنی ندارم، ولی اگه کریس میخواد مردم رو پوش کارشونو در بیارن، باید خودشم کت و شلوار پلو خوریشو در بیاره. آه، دیگه از این ایدئال بازیای مسخره جونم به لبم رسیده. ممنون از آب میوه. شده؟ نه، خیلی شاخ و برگ داره. چیزی شده؟ بیا بریم خونه یکم آب سیب بخور. برای جورجی درست کردم، اون آب سیب خیلی دوست داره. میبینی؟ بدون اون درخت نور بیشتر شد. خیلی خب بریم. آنی کجاست؟ توی ایوون منتظره. به نظر نگران میاد. پدر چی کار میکنه؟ خوابه. هر وقت نگران باشه میخوابه. ما خنگیم کریس. من و پدرت هیچی سرمون نمیشه. تو باید مواظب من باشی. بچه شدی مادر، چرا انقدر نگرانی؟ استیف تا روز آخر دادگاه میگفت پدرت اونا به این کار واداشته. اگه اونا بخوان دوباره این پرونده رو به جریان بندازن، من یکی تحملشو ندارم، چون به در نمیبرم. جورجی احمق بیشتر نیست. چطور اونو جدی میگی؟ این خانواده از ما متنفرن. حتی آنی هم این شرفی مادر. فکر میکنی فقط به همین دلیل که تو آدم ها رو دوست داری اونام تو رو دوست داره؟ خیلی خوب، حالا انقدر هرس نخور. همه چی رو بذار به عهده من. با هم رفتیم بیرون، آنی چیزی نگفت. منظورتون از چیزی چیه؟ چه میدونم، مثلا اینکه جورج برای چی میاد. نه، آنی هم نمیدونست. چند ساعت دیگه جورج میاد، خودش میگه که چی کار داره. درباره خودش چی؟ چیزی نگفت؟ مادر شما چی میخواییم بدونیم؟ میخوام بدونم اینجا چه خبره؟ بعد از این همه مدت این خانواده چه نقشه ای دارن که به سرشون میزنه یکی یکی بیان اینجا؟ مادر تو رو خدا، آخه چه نقشه ای میتونن داشته باشن؟ ما با هم بزرگ شدیم، دیوار به دیوار هم. خب معلومه بعد از یه مدت دوست داریم همدیگر رو ببینیم. کریس، دختره رو با جورج بفرست بره. از بابت آنی نگران نباش. استیف بابای اونم هست. مادر میخوای تمومش کنی یا نه؟ تو نمیدونی آدم ها بعضی وقتا چه کینه هایی پیدا میکنن. گاهی چنان کینه ای به دل میگیرن که میتونن دنیا رو تیکه پاره کنن. ببین آنی هم لباس پوشیده. تو چرا لباسو تو عوض نکردی مادر؟ من فقط باید پیرن همو عوض کنم. چطوری آنی؟ خوب. آه، با این پیرن چقدر خوشگل شدی. حالت خوبه کیت؟ فرقش چیه عزیزم؟ میدونی بعضی آدم ها هرچی بیشتر مریض باشن بیشتر عمر میکنن. من میدم لباسم عوض کنم. امشب بهش میگیم دیگه. حتما، نگران اون نباش. ای کاش میشد همین حالا بهش بگیم. من دیگه طاقت نقشه و اینجور چیزا رو ندارم. دلم آشوب میشه. نقشه در کار نیست، فقط میخوایم تو حال هوایی بهتری بگیم. نمیدونم چی میشه. تمام روزو میخوای بخوابی؟ دمه کسی که خیالش راحته پدرته. راحت گرفته خوابیده. منم خیالم راحته. واقعا؟ آره، چرا نباشه.
خب بیا همینجا تو ایگون بشینیم تا جورجی بیاد. چند دقیقه پیش سو رو دیدم. زن جیم؟ آره. زن جالبیه نه؟ آره خیلی جالبه. پرستار قابلیه. تو از کجا میدونی پرستار قابلیه؟ موضوع چیه آنی؟ کریس تو چرا متوجه نیستی؟ اون از تو متنفره. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ سو میگه مردم فکر میکنن کلر گناهکاره. چه فرقی میکنه که اونا چه فکری میکنن؟ برای من فرقی نمیکنه. فقط نمیفهمم تو چرا سعی داشتی بگی همه فراموش کردن. من نمیخواستم تو فکر کنی اومدنت به اینجا کار غلطیه. همین. تو فکر میکنی من به پدرت مشکوکم؟ هیچکی این فکر رو نمیکنم. کریس من میدونم تو چقدر پدرتو دوست داری، ولی این تو فکر میکنی اگه اون گناهکار بود من میتونستم ببخشمش؟ من از دل آسمون آبی نیومدم اینجا. من به پدرم پشت کردم. حالا اگه اینجا مسئله باشه. اینو میدونم. جورج داره از پیش پدر میاد. فکر نمی کنم اومدنش خیلی اتفاق خوشایندی باشه. قدمش روی چشم دلیلی نداره که از جورج بترسی. مطمئنی؟ پدرت چی؟ اون مرد بیگناهانی. یادت باشه فقط یه بار به خطا متهم شد و روزگارش سیاه شد. تو باشی اگه دوباره با همچین چیزی مواجه بشی چی کار میکنی؟ آنی باور کن هیچ چیز ناجوری برای تو اینجا وجود نداره. حرف منو قبول کن. خیلی خوب. راست به خیر بچه ها. فکر کردم داری آماده میشی پدر. الان آماده میشم. تازه از خواب بیدار شدم. به نظر میاد اصلا کردی؟ نه امشب باید سفارشی سفارشی باشه. اونم یه همچه شب بزرگی. آنی بگو ببینم شوهردار شدن چه جوریه. هنوز که نمیدونم. چرا از این شربت خوشمزه نمیخوری پدر؟ آب سیبه. کیت برای جورجی درست کرد. خوش به حال جورج. خب ظاهرن یکمش به ما میرسه. آنی تو فکر برادرت بودم. وقتی اومد دلم میخواد یه چیزی رو تو بهش بگی. چی رو بهش بگم کلر؟ داشتم فکر میکردم وقتی من اینجا این همه دوست و آشنا دارم چرا جورج داره خودش تو نیویورک توی اون همه رقابت بیرحمانه ناک‌اوت میکنه. من با چند تا از وکیلای حسابی این شهر دوستم. میتونم خواهش کنم که جورج اینجا حسابی کارش بگیره. نظر لطفت کلر؟ نه 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 بچه جون نه، نظر لطفم نیست. میخوام منو بفهمی. من به فکر کریسم. فهمیدی؟ کریس تنها کار من پسرمه. ببین من آدم کله‌داری نیستم. کل کاری که کردم همینه. حالا یه سال یا دو سال دیگه بالاخره پدرت آزاد میشه. اون وقت میاد کجا؟ میاد پیش تو بچهش. اون پیر مجنون میاد خونه تو. دیگه فرقی نمی کنه کلر. من نمیخوام کسی بین ما جدایی بندازه. منظورم بین من و کریسه. من میتونم بگم که این اتفاق نمیفته. تو الان عاشقی آنی؟ عاشق؟ حرف منو باور کن. من سنم از تو بیشتره. شما به هر حال پدر و دخترید. این قضیه میتونه اتفاق بیفته. من دلم میخواد تو و جورج برید پیشش زندان و بهش بگید من میخوام وقتی اومد بیرون بیارمش سر کار. یعنی به عنوان شریک قبولش میکنی؟ شریک نه، یه شغل خوب بهش میدم. دلم میخواد اون بدونه آنی وقتی اونجا نشسته، دلم میخواد بدونه که به محض این که بیاد بیرون یه کار در انتظارشه. این باعث میشه کدورتش پاک بشه. من کدورتش رو پاک میکنم. وقتی بدونی جایی داری حالت جا میاد و اخلاقت درست میشه. ولی تو دین نسبت به پدرم نداری. چرا؟ من یه لگد به دندوناش بده کارم. ولی خب چه کنم اون پدرت توه. پس لگد بزنید به دندوناش. من ایش دلم نمیخواد اون پا توی کارخونه بذاره. دیگه هم در موردش اینجوری حرف نزن پدر. مردم برداشت غلط میکنن. من نمیفهمم این دختر برای چی باید اون مردو به سلابه بکشه. برای اینکه پدرشه. اگه احساس میکنی نه 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 نه. تو چرا ناراحتی پدر؟ چرا؟ یه پدر هر چی باشه باز یه پدره. من بهتره برم صورتمو. آره برو صورتتو اصلاح کن. چش.
این تخته های آشغاله رو باید بریزم دور، همین روز هست که همه چون زیر پام بشکرن. به نظر خیلی نگران میاد. این مسئله ها شفتش میکنن. کریس باشه یکم بریم پیاده روی، حیف این هوا نیست. آخه باید کار درخت رو تموم کنم. مگه تموم نشد؟ چرا، شاخه‌هاشو بریدم، فقط باید جمعشون کنم. خب زود برمیگردیم تمومش میکنی، حالا خیلی مونده تا جورج بیاد. خیلی خب باشه بریم، فقط زود برگردیم. باشه. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.